حالا بیایم اینم بزنیم 150 این 224 به جای این یک. حالا چون یه ذره عدد دقیق میخواد اینو باید محاسباتش رو انجام بدیم. حالا اینو بزنیم محاسباتش ببینیم چند میشه، چون حالا اینجا نمیشه تقریبا زد چون خواسته نهایی سوالم نیست، یه ذره هم عدد دقیق میخواد، وجدان هم شدیدا نزدیک بم. حالا 150 بر 224 اگه ضرب کنیم یک عددی در حدود 6 و 7 میاد. پس مول اولیه من 6 و 7 موله، 6 و 7 مول گاز دارم. حالا نگفتیم مگه تغییر فشار به خاطر تغییر مول؟ الان بیایم مول ثانویه رو حساب کنیم. پی 1 بر ان 1 مساوی پی 2 بر ان 2. اینا از کجا آوردم؟ رفقا گفتیم دیگه فرمول حفظ نمی‌کنیم. شرایط رو نگاه می‌کنید، فرمول تولید می‌کنه. فرمول از کجا تولید کردم؟ ببینید فرمول اولیه‌ام. گفتیم فقط اینو حفظ می‌کنیم. بقیه فرمولا رو از این در میارم من. دمام که ثابته. حجمم که گفتیم ثابته. پی 1 بر این 1 مساوی پی 2 بر این. حالا فشار اولیه‌ام 5 اتمسفر، مول اولیه‌ام 6 و 7. مول نهاییم x پی 2 نیمه. این تقسیم برای 10 شده، این تقسیم برای 10 میشه. 67 صدم مول. 67 صدم مول من گازم میمونه. آها. چقدرش پس مصرف شده؟ چرا دارم دنبال مقدار مصرف شده گاز میگردم رفقا؟ چون اون مقدار مصرف شده است که به فراورده تبدیل شده. اون مقدار باقی مانده که دیگه حالت گازه. مگر من از من مقدار پلی پروپن رو نمیخواد. مقدار پلی پروپن با مقدار مصرف شده پروپن برابر گاز پروپن. قانون پایستگی جرم دارم دیگه. چه مقدار پروپن تبدیل شده به پلی پروپن؟ همون مقدار چه جرم پلی پروپن. حالا پس 6 و 7 مول من گاز داشتم، الان 67 صدم مول دارم. حالا با یه تقریب خوبی میتونم بگم 6 مول گاز تبدیل شده به فراورد. حالا 6 مول گاز، 1 مول گاز چند گرم جرم داره؟ پروپن 3.6، 36 به اضافه 6 42. 6 در 42 252 جواب میشه گزینه 3. یه تست بسیار دشوار و واقعا خلاقانه بود که حالا از آزمون گاج فکر کنم، آره از آزمون گاج برات گزینه شده بود. سوال خیلی سوال خوبی بود. آخه میدونین چه دکتر، خیلی از بچه‌ها این که این پی 1 وی 1 بروی ان 1 تی 1 و با پی 1 وی 1 بروی ان 1 تی 1 شرایط اس سی پی 1 بذارن، نمیدونم چرا تو بچه‌ها این جا نمیفته که ما میتونیم با شرایط اس سی پی هم بذاریم. یعنی 70 80 درصد بچه‌ها موقعی که میخوان با شرایط اس سی بذارن، نمیدونم شما دقت کردین یا نه، اینو رعایت نمیکنن. یعنی بچه‌ها اصلا هیچ مشکلی نیست ما بخوایم با شرایط اس سی پی هم اکزام بذاریم. اصلا بعضی جا مثلا اینجا مجبوری که تو با اس سی پی یکی بذاری، وگرنه میخوای با کی مقایسهش کنی، از کجا بیاری اینو؟ یعنی خیلی تو ذهنتون داشته باشین. آره. مشکل خیلی از بچه‌هاست. آره دقیقاً، اکثرا هم از این استفاده میکنن. دقیقاً. بعد حالا این سوال خودش ایده جدید داشت، اینم که بچه‌ها استفاده نمی‌کنن و داده دیگه چی آره. میمونه جزء سوالای حل خلاقانه بود که من خودم از سوال تپ پلی در واقع پلیمریزاسیون همچین سوالی ندیده بودم تا حالا، جدید بود. خب حالا میریم سراغ تست بعدی. گفته که اگه رابطه میان واکنش دنده آب و فراورده یک واکنش گازی برقرار باشه، کدام عبارت در مورد آن نادرست است؟ خب رابطه رو میبینید، این دفعه فرقش با اون سوال چیه؟ این دفعه دیگه پشتش آر آورده، پس علامت مثبت و منفی قطعا نشون دهنده اینه که کدوم فراورده است کدوم واکنش دنده. فقط اینو دقت کنیم که این دو تا آره، پس من باید همش رو بر دو تقسیم کنم که دیگه اینو از بین ببره. ما همش رو بر دو تقسیم کنیم، این 4 میشه این بالا، این 2 میاد پایین، یعنی که 4ش اینجاست. حالا بر دو تقسیم کنیم، شاید آنچنان جواب نگیریم ها، ولی خب الان میگم چرا، چون اون وقت ضریب کس چطور میگن، ضریب صحیح به من نمیده. همش رو بر دو تقسیم میکنم، این میشه 2، این میشه 6، این میشه 4، این هم میشه 2. حالا من واکنش رو بیام بنویسم، منفی ها واکنش دهندن آ به اضافه سی میدهد بی به اضافه دی. الان بیام ضریباشو بذارم، آ ضریبش 1/2،
همونطور که مشخصه دو نیستا. همیشه یادتون باشه من میگم دلتا این بر دلتا تی تقسیم بر ضریب، دلتا این بر دلتا تیش تقسیم بر ضریبش شده دلتا این بر دلتا تی ضرب داره دو، پس این ضریبه یک دوم بوده دیگه، این از اینجا به دست آورد. حالا سی میشه چند؟ چهار. بی میشه چند؟ شیش. و دی میشه چند؟ اونم یک دو. همش رو در دو ضرب میکنم، آ به اضافه 8 تا سی میدهد 12.